از طرف یاشر به تو رشوت کی می آورد؟ یک همکارم در کمیسون بود به نام رستم. او آدم در کجا زندگی می کنه؟ بله، ما شنیده بودیم که پولاد علمدار یک انسان وفادار است و انسان هایی که برش خدمت کرده هرگز اونا را فراموش نمی کنه، حتی به خاطرشان جان خودم می ده. اما اشتباه شنیدیم چطور؟ کاملا درست شنیدی. تو کل چیزا می شنوی اما متاسفانه نادیده می گیری. پولاد علمدار به خاطر دوستای خود جان می ده اما پیش از جان دادن جان دیگرها را می گیره. شنیدی نه قاتون جای؟ برای پولاد از تو کده شرف اهمیت داره، میگه کاری که میکنی بکو. میگه جانشه بیگی اما شرف نمیتم، آزاد استی با تون جای هر کار میکنی. رئیسم پولاد علمدار هرچی که میگه راست میگه. آه توبه توبه. شنیدی نه پولاد علمدار؟ تون جای کانتارجی هنوزم با تو باور داره. یا شر تون جای بان که بیای فامیدی اگه ما اونجا آمدم باس. در پای تونجای شلیک کدم، از او خاطر آمده نمیتونه. پس حال تو باید پشتش بیایی، راستی زحمت نکش. شرف و دین روان کو، من خودم تونجای تا شف خانه میرسانم. الهان. بله قربان. خون ریزیش استاد کنین که از بین نره. زود باشن بخاطر بسته کردن پایش یک دستمال برن. ایام نشانی رستم است. شفاخانه برین، جاه تامم رایشان برا. درست است رئیس. رئیس، با الپر زنگ بزنیم، شاید او کسی را بشناسد. بتانیم از طریق امنیت موقعیت اشرا پیدا کنیم، نظر شما چی است؟ حالا دیگه با الپر نشانی خانه ما رو نمیتونه عبدالحی. رئیس، اگه به خانم دادستان زنگ بزنی ده یک دقیقه پیدا خواد کرد. درست است، اگه میخوایی خودشام دعوت میکنیم. درست است، اگه خودشان بیا کاملا خوب میشه. با دستور تو بیای احماماتی. یک نفر ما از دولت باشه، یک نفر ما از سازمان. رئیس دیگه از او زنیات نکو، اصابم خراب میکنه. حتی مزاقشم خوشم نمیه. کجای او بزن میمانه؟ اما تو نیست عبدالحی. بیادر خودت خو گفتی مرد سر زن عاشق نمیشه، زن سر مرد عاشق میشه. پس باید عاشق تو شوه؟ زاغ زاغ دوست داره جور میاین. پس شو رستم تو هستی؟ آقا رستم بیرون رفتن، شما کی هستین؟ احمق، ما تو را ندیدم نمیشناسم، تو چرا مرا نمیشناسی؟ بیا در ما چی میفهمم که یاشر آقا کجاست؟ رستم، با خاطر گپ زدن 60 ثانیه داری، اگر گپ بزنی خوب میشه. بیا در تو همین قسم سوال کو کافی است، البته هر چیزی که میفهم میگم. رستم،
یاشر تونجای در کجا پنهان کرده؟ بیادر ما در باری موضوعات هیچ چیزی نمیفهمم، اما باید یک باران برای یاشر ببینین. نشانی اونجا را برتان میگم. وقتت پوره شد. بیادر میگم خو احمق، وقتی که میفهمی چرا از اول نمیگی؟ گوش که جوان، فکر کنم پولاد علمدار نیست. نه خیر، شما کی هستین؟ ارسوی اغلو بیک. نام تو چی است؟ ارهان است؟ شما ما را مشناسین، اما ما شما را نمشناسم. اجازه بده با امو دستت که بالا اسکندر شلیک کده بودی فشار بتم. اخه قابل خوشی نیست، خواستم یک کار انجام بتم هم تکمیل نشد. خوب شد که باز پولاد بیادر تکمیلش کرد. بیادرش چه وقت خواد آمدن؟ چرا خیرت است؟ کدام کار عاجل داشتین؟ برشون زنگ بزنم. اگه زحمت نمیشه زنگ بزن. دباره یا قطنجای گپ میزدین؟ نه، دباره کلتان گپ میزدم. پس بفرماین بشینین. بگو ارهان. رئیس یک نفر آمده، به نظرم جای قطنجای میفهمه. کی است؟ نامش ارسوی است، بسیار آدم شریف است. ارسوی اغلوبه کم میشناسی عبدالحی؟ ارسوی اغلوبه کم رای ما چی کار داره رئیس؟ حتما ارهان نامش غلط شنیده. ارهان نامش درست شنیدی؟ بله بیادر. ارهان برو دوباره پرسان کو. عبدالحی، من مثل تو در گذشته تکلیف حساب نداشتم. گفتم که پرسان کو دگه. چی کارش داری؟ هر کی که باشه باشه، باز که رفتیم خاطف میدیم. بیادر خودت میفهمی که ارسای اغلو به کی است؟ آواز خان مشهور منطقی تان که در طفلیت دوستش بودی، امو ارسای است. بسیار میبخشین آقا، به خاطر که غلط فهمی نشم میشه یک بار دگام نام خدا بگیرین؟ ارسای اغلو بیک. عبدالحی مره میشناسه. ده ای وقتا کم مشکل حافظه داره، اگه مثل سابق میبود حالا وقت به یادش میامد. شنیدی عبدالحی؟ شنیدم. ارهان تو ازش پذیرایی که ما کار خود خلاص کده میاییم. درست است رئیس. چای یا قهوه؟ یک گلاس قهوه تانو مینوشم. پدر استخبارات همی است؟ پدر استخبارات، مافیا، قاچاقچیا، سازمانیا، دزدا، پدر تمامشم یادم است. نه که به خاطر افراد خود آمده. حتما بیادر. اقا تشویش نکو عبدالحی، ایرام در پولی افرادش دفن میکنیم. رئیس، این بار فصل نهال چونی زود نامد؟ بیادری کدام نهال نیست، با تیرش خپیچان است. ای که از کجا ریشه دوانی میکنه معلوم نیست. اوف عبدالحی، باز گپ ناخه شروع نکو، هیچ حوصله‌اش ندارم. بزرگش کو، او را از اسکندرام که در پیش ما بزرگ معرفی کو. ای که بزرگ بود یا کوچک نمیفهمم، اما اسکندر بازم یک اخلاق خوب داشت، چیزی که اغلو بیک نداره. اخلاق خوب داشت که خانم و طفلم از بین برد. Mm-hmm.
بزن این احمق قاره. خوب هستی آخاتون جای؟ شما را که دیدم خوب تر شدم. اگه نه زیر میکروب غرق بودم، خدا لعنتشان کنه. بخاطر اینا داخل کثافت‌دانی میکروب وان از پایت پرسیدم تون جای؟ از نوعی پای قبلنم زخمی شده بودم. توسط خدا بیامرز ماما سیفیتان. اما قبل از هیچ وقت داخل کثافت خدا ننداخته بودم. اصلا آقا تون جای به شفخانه برسان. بدو دیده رئیس مماتی جان. اول همان ببرینش، بعدن به شفخانه. اگه نیم مارقه خواد شد، خدا نجات بته. از او کده بمیرم بهتر از با یاشر زنگ بزن و بگو که ما این جمله کدیم. گلندام، من نگفته بودم که تا یک کار مهم نداشته باشی زنگ نزن. درست است، چرچر نکو، بگو چی گپ است. ماموش نگو، نام اصلی شو بگو. رئیس، علی ماماتی رو به شفاخانه بردن. تو هم امرای تون جای برا، چی شده شه؟ هرچی کده گیریانش حرام نشده. خوی او بچه دختر واری است. نمیفهمم امرش چی کنم. تو مرد شده یک چند دقیقه پیش طفلت برا. معذرت میخوایم. نام دختر ناخت ددانم آمد. نام دختر خودت به یادم نبود. ماماتی، اما نامو یک لحظه هم از یادم نمیره. الهان، او پولاد افراد ما را از بین برده یا نه؟ قربان، از بین نبرده. خوب است، پس برو تو از بین ببرشانه. ای قسم احمقا که یک نفر نگاه کدنم اتانه، اونا را ما دیگه کار ندارم. بچه‌شم قربان. تو نشانی را برای استم گفته بودی الهان؟ آنه قربان، اما نشانی انباره می فهمید قربان. الهان، اگر استم ها نکشته باشن، او را باز بکشین. قربان، اگر استم نباشه، در گمرک به مشکل مواجه خود شدیم. الهان، اگر ما بدون رستم کار کردن نمیتونیم، پس چرا زنده هستیم؟ بیادر جان، اول مرا حمام بتین، باز به عملیات ببرین. براتون همین قسم نگفتن؟ چرا گپ نمیفهمین؟ چرا گریه میکنی بچه؟ ایش نمی شرمی؟ بیاده بغلم. اوپا، ایش نمیگی که پدرم از خود کاروبار داره؟ ها؟ کاروبار داره. تو هنوزم در غم پای او تونجای دیوانه باش. بیادر، مموش باید سنت شوه. سنت چی؟ به او خاطر گریه میکده. دکترها گفتن طفل باید سنت شوه. در ادرارشان بندش آمده. خیمه را چرا خواستین؟ سنتش میکده این دیگه. حسنو، برو یک دکتر را صدا کن. جانم، این قسم امکان نداره. آفرین. بیادر، ای طفل مادر نداره. بدون محفل چطور سنتش میکنی؟ چر 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 کده. تو آخر مرا دیوانه خواد ساختی گلندام. ماموش، میخوایی مرد شوی؟ ها؟ او احمق کجاستی افراد ما؟ آمدن. بیا اینجا الهان. دم اینجا رئیست برای تون جای شلیکت. برو با یاشر آقا بگو که دگه پای خدا به طرف افراد من اما نفهمیده شد یا نه. نوش جانتان،
رئیس هم آمد. بی خبر آمدم. امیدوارستم که مزاحم کارتان نشده باشم. اگه خبر می دادین آله منتظر نمی موندین. اورهان جان زنده باشه، ازم خوب پذیرایی کرد. استغفرالله، همیشه بیاین. رئیس شما قهوه می نوشین؟ زنده باشی اورهان. چطور است زلفا؟ شنیدیم که نامت عبدالحی ماندی. درست شنیدی اغلا بک، زیاد تغییر نکدی. کمی پیر شدیم، اما تو زیاد تغییر کردی، مقبولم شدی، مثل شیر شدی. تشکر میکنم. و فرماین بشینین. اوه پری خانم، دیروزایت معلوم نمیشین. مصروف کاروبار است مرهان جان. آقا مماتی تشریف دارن؟ نه ندارن. دست لگه با آقا پولاد بگویم خوبتر خواد بود. رئیس مهمان داره. دختر تو اینجا چی میکنی ها؟ اگه پری بگوین خوب خواد شد آقا مماتی. اینجا چرا آمدی؟ درباره کاروبار بعضی موضوعات است که باید همراهتان شریک بسازم آقا. برو با پدرت شریک بساز ملکه خانم، او هم شریک ماست. برات گفتم که با تو اینجا جای مناسب نیست. فرق نمی کنه، بذار فقط دو دقیقه وقتتانم می گیرم. پری جان، حالا جانم، حالا پیش بابا مم دو برو، با او درباره تجارت گپ بزن و بار دیگه به خاطر کاری طرفا دور نخوری. اگه با ما کدام گفتنی داشتی، ما خودم روزای یکشنبه پیشت میایم. اورهان، ملکه خوارت تا دروازه امرایی کن. بفرمایین. خوش آمدین. ماماتی را میشناسین؟ غیابن. دوباره شما افراد ما کل چیزه گفتن. خدا کمشان نکنه. افراد شما باشه یا هر کس دیگه. چطور میتونم به شما کمک کنم آقا ارسوی؟ چهار دوست ما امرای موترشان ناپدید هستن، ازشان هیچ اطلاعی نداریم. فکر کردم شما شاید از اونا خبری داشته باشین. اینا کی هستن؟ حتما مهمانای ما هستن. مهمانایتان کی هستن؟ پری خانم، با تمام زیبایی که دارین کوشش میکنین از ما گپ بگیرین، اما دی دنیای مافیایی کنجکاو بودن براتان خوب نیست. بازم به خاطر زیباییتان براتان میگم، مهمان ما بسیار یک آدم خوب است. او یکی از بلند رتبای دولت است. افرادتان از بین بردم. دلیلش؟ با دلیل ای که به احترامی کردن. بسیار خوب کردن. داده سایتان برکت. ما آدم بی‌تربیه و لوچک کار ندارم. اگه من میفهمیدم از شما پیشتر اونا را از بین میبردم. با دیدن اخلاق تو برام یک سوال خلق شد. ای که افراد تو چرای خب بی‌تربیه و لوچک بودن ای رایت نفهمیدم. انسان جاهل پیش تو هم جاهل است، پیش ما ماموتی جان. به هر صورت ما اینجا به خاطر گپ زدن درباره تجارت آمدیم، نه به خاطر اونا. بگوین میشنوم. تو هم یک تشکیلات داری، میفهمیدین او افراد تحت امر ما قاچاق سیگارت میکردن بیادر. چرا؟ تو هم یک تشکیلات داری و مجبور استی با خاطر تشکیلات خود بودجه داشته باشی و ما هم بسویه خود یک تشکیلات داریم، میفهمی؟ اما نفر شما شرف زیزا اغلو در کارگاه افراد ما هم لکده و ما ضرر بزرگی رسانده. از شما خواهش میکنم که توان کارشان رو بپردازین.
چقدر نقص کردی؟ امرای جزایش 25 میلیون دلار. پول مهم نیست. اگر از ازای اگه اشتباه کنه، اولتر از همه وظیفه ماست که اشتباهی او را جبران کنه. بیشک به خدا. زیزا که پول برتان آورد، برش بگوین که اگه او را بار دیگه در قاچاق سیگرت، نفت، مواد مخدر و کارای امثالش دیدم از ما گله نکنه. خبر شدم که تجارت چوبه میکنین. بغیر از کارایی که براتون گفتم، هر کاری که میکنین با ما ارتباط نداره. گفتن به خاطر تجارت آمدیم، اما با ما کیفر تعیین کردین، باج گرفتن آمدین. تجارت را که ما میفهمم قسم نیست، یا جریمه کنین یا تاوان بگیرین. ما به خاطر خود چیزی نمیخوایم. دهی پول حق هزاران یتیم از آقا پولات. یک دقیقه. سگرت قاچاق کده از حق دولت دزدی نمی کنین. خوب برش دزدی نمیگیم. افراد نادار و اطفال از بین میبرین، خود تمویل میکنین، اما تو نیست؟ ما به خاطر 25 میلیون خواستم که بین ما شما و زیزا اختلاف زیاد نشه. با یک رقم بسیار کم و سمبولیک آمدم. تو گپایت فراموش میکنی. دیگه ای کار انجام نتین گفته به ما جزا تعیین میکنی. ما به هر کس یک فرصت زنده ماندن میتوم. ای از جوان مردیم است، خوب خبر داری پولات. او قدر جوان مرد استی، اگر امیال جانتا بخواییم برای میتیم تو نیست؟ یک گپ بازم برات میگم. ما امرای تو جور آمده نتونستم. افراد من ناپدید استن. فقط بگو تو کشتیشن یا نه؟ بله، ما کشتیمشن. خوب است. پس در او صورت ما افراد تو را میکشم. در بدل 4 نفرم 2 نفر تبرم بته. عبدالحی و ماماتی. فقط امینا را تا بین ما صلح شوه. بیا که بریم گلم. تو مخاطب من نیستی. در این مورد باید جواب سوال من رئیست بده. پیشتر گفتی نه که جاهل در جای جاهل است. ای گپ برات زیاد صدق میکنه. ما امرای جاهل یک کلمه گپ نمیزنم تا گپم بعدن نره. در دفترم هستی، قهوه‌تام نوشیدی، حال گم شو برو. اگه با دوستای ما اندکه ضررم برسانی، هر دو چشمت از کاسه سرت میکشم. تو وقتی که چشمای ما بکشی، زیر نظری همی چشما خات بودی. استغفرالله. بسیار خوش آمدین. داینده منتظرتان هستم آقا. شیر بچه همیشه دروازه ما دروید باز خواد بود، فهمیدی؟ رئیسی بچه های فلم در کدام مکتب گب زدن آیات میگیرن؟ رئیس، میرم در آیزینا کارش تمام میکنم. در بیرون دو موتر محافظ دار عبدالحی، چه قصه میکوشیش؟ ماماتی چی یک آدم خوش اخلاق با تربیه بود. انشالله بعد از یک جا کار خواد کردیم. اما تو نیست رئیس؟ بیادر افرادشم از وین ببریم، اگه نه یک بسیار کلان میشه. تو چی میگی عبدالحی؟ او انسان مبارک به خاطر بردن سر ما و عبدالحی آمده بود. امکان نداره بیادر. بچیم، کسایی که رئیس تأخیر کرده بودن همی پدر کلانایشان بود. تو ازش چی توقع داشتی؟ به شرف پست. من خواستم دستشو ببوسم. رئیس اجازه بدین که خودمون رو از بین ببرم. <تص->
ما باید یادم از بین ببریم. الهان در دروازه شفاخانه خو نوشته نیست که اینجا چرا آمدی؟ قربان به از اومر از بین میبری ناقچه را شفاخانه برام. الهان من ای خویت زیاد خوش دارم، حداقل مرا خوب میشناسی. میبخشی الهان جان، کم جان درد کدما. خانمت از این موقع استفاده کرده 50 کیلو کوکائین وارد کرد. قربان ای کارا چه وقت انجام دادی؟ بچه من همراه پولاد علمدار چی غرض دارم؟ من یک تاجر هستم، دو چشمش طرف ما بود، او را به یک طرف دیگه ما صرف ساختیم تا که بتانیم کارهای خدا درست انجام بتیم. حالا زود باش بیا که شفاخانه بریم. شفاخانه چی قربان؟ من که ایگه پشین هیدم خوب شدم. خب شما برش چی گفتین؟ گفتیم 25 میلیون کم است، از ززا 50 میلیون بخوای. بابا ززایم خودش مثل بانک است، کل پول را نگاه میکنه. کم گفته با خدا ده بدل سر دو برادرم 25 میلیون چی است؟ ای گدایگر برای خیرات خواستن آمده چطور؟ مسئله پول نیست ززا، او میگه که دیگه ای کار انجام نتین. اسکندر کبیرم از این نفرت داشت، ازش پرسیدم که اگه یادم تو را آزار میتد چرا تو آزارش نمیتی؟ گفت او را ماندم که افراد سازمان دکو از بین ببرش، اما وقتی که دیدم 9 نفر سازمان کشته و خودش صحیح و سالم برگشت جیگر کلشان کشیده بود. فهمیدی؟ تمام روز ما همراه بیشرف ها سپری شد، با کشیدن یکیش از دفتر شروع و با شنیدن گپای دیگهش پایان رسید. رئیس دردی یادم پول است، اینجا به خاطر پول آمده بود، خواستگیش برش میتیم که دانش بسته شود. اگه نه چند نفر هستن؟ تمامتون تشویش شدارین، اغلوبیک گفتم ایرین. بیادر هر موضوع را میشه کوچک بگیرین اما ایرو نگیرن. تو هم چقدر جانت دوست داری عبدالحی؟ درست است من از بین ببرن. آه واقعا اینا چند نفر هستن؟ هر جایی که هستن یک چند بم برشان کافی است. اول خوب معلومات بگیریم، امرای بم نمیشه، باید این کار خاموشانه تمام بسازیم. عبدالحی تو معلومات بگی، آلپرام خبر بده که پیش ما بیایه. جالب است رئیس، نگفتی که نفر دولت از کشتنه میتونیم. از من چی میرم؟ من برای خود چه کار میکنم؟ از بین ببریم تا از بین نره مماتی به خاطر دو قوطی سیگرت. آها بریم جوار که باز گپ خدا سر ما نمانن. آها ده ای جریان که ای زو پول خدا در کجا گور میکنه فهمیدم. به شرف همراهی و به غیرت برف در بانک یک جای شراکت میکدن. بارش بابا. آها بچه مال وقت بارش گذشت، زمستان آمد، گرچه ما برفم خوش نداریم با ما جاله باشه. ززا بیا در خبر شد در مارکت داخل شدی، با خبر باشه که بسیار شریکای بزرگ دارم، سالهای زیاد از در مارکت هستم. صدق مارکت چوام. بله بفرمایید خانم. تشکر میکنم، درست از خداحافظ. پولا را تسلیم کرد و رفت. خوب است که آورد، تو فایده پولایش بیشتر بته، فایده بیشتر بته که پول زیادتر بیاره. من امرای ززا جور آمدن نمیتونم آقای زد، بسیار یک آدم عجیب است. اگه آدم عجیب نمی بود قدر پول از کجا میکرد؟ کدام انسان عادی را دیدی که قدر پول داشته باشه؟ ززا به تجارت تو فقط کمی ضرر رسانده، چرا او را از بین نمیبری؟ تو تا حال سگ جنگی را دیدی بارش؟ نه خیر ندیدیم. تو همراه او سگای خطرناک یک لحظام زندگی کردن نمیتونی، اما اگه مسئله جنگاندن و فایده باشه باز فکر تغییر میکنه، از بین برده نمیتونیش.
بلکه خوب تغذیهش میکنی، سر چشمایت برش جای میتی. مد طفولیت سگایی را نگهداری میکدم که هیچ کس بالایشان حساب نمیکد. زمانی که اطفال قریه میخواستن مرلت کنن، توسط او سگا از اونا انتقام میگرفتم. همه قسم که گفتم بعد از آمدن تمام پولای ززا پولای پولادم پیشت خواد آمد. با زودی بیادرزاده مرد خواد شد. خب ماماتی کارا چه وقت میکنین؟ اگه با مشوره مامی بود امروز سنتش میکدم، اما گلندام شق کده گفت تا محفل سنتی نگیری سنت کده نمیتونی. راست میگم ماماتی، اما در بین خود ما بگیریم، کس دیگه خبر نشه که مشکل ایجاد نکنه. تالی طفل خراب است. اگه اوضاع خوب میبود در سطح ترکیه یک محفل بسیار بزرگ میگرفتم. خب خیر باشه، در روسیش جبران میکنم رئیس. بیادر تو از این کارهای مافیایی خسته نمیشی؟ بیادر ما به خاطر خود نمیگم. پیش از اینکه از دنیا برم میخوایم بچه خود داماد بسازم. بیادر ما محفل ختنه سوری را به سال آینده گرفته بودم. اول محفل آرام، بعد نمر پدر که رفت باز رقص فایکوبی میکنیم. خیر است اورهان، باز از بچه خود ای قسم بگی. هرچی نصیب باشه رئیس. هرچی خیر باشه. خوش آمدی عزت خان. زنده باشی ارسو. بفرمایین. چی حال دارین؟ خوب هستی؟ شکر است، خوب پیش میره. دلیل خوب بودنت نفهمیدم. ای قسم گفتن عادت ما شده. صحتت برای فعلا خوب معلوم میشه. چرا باز چی شده اغلو بیگ؟ عزت خان، بالای مطبه افراد ما حمله کردی. ما این قسم کارهای خرد و ریز انجام نمیتونم. بیاز خودت انجام ندادی، حتما توسط کسی دیگه انجام دادی. دقیقه در سال انجام نداده، مال چرا انجام بتونم؟ با خاطر که امرای دزدا شریک شدی. ما فقط یک شریک دارم، اگه منظورت ززاست او شریک من است. عذر بدتر از گناه. کسی که زیر دست تو کار میکنه بالای مطبه ما حمله کرده. فکر میکنم تا حال تو مرا نشناختی. آقا من شما را بسیار خوب میشناسم، اما معلوم میشه که شما مرا فراموش کردین. من همراه شما درباره تجارت هیچ گپه به گفتن ندارم. اگه بازم خواسته باشین همراه شریکم گپ بزنین. شما او را خوب میشناسین. شاه مران خبر داره که تو همراه ززا شریک شدی؟ شما رابطه ما و شاه مرانم خوب درک کرده نتونستین. اگه ما به خاطر تجارت با شاه مران کار کنم، همراه پلیس هم شریک شدم میتونم، همراه رئیس گمرک هم، همراه باغبانم، اما تحت امر هیچ کس کار نمیکنم. اما بعد از زیاد من میکنی. اگه نه یک دونه سیگارتم فروخته نخواد تونستی. یا مشکل من است، این مشکلم با شاه مران دمیان بان. به شاه مرام زنگ بزن برش بگو. باز مرا غلط درک کردی، من نوکر تونستم. به افرادت بگو که اونا برش زنگ بزنن. با اجازت. امیال به شاه مران زنگ بزنین. با چشم قربان. یعنی که تو پشت رئیست بسیار دق شده بودی؟ بله قربان. میشه برم بگوی که شهر برم چی آوردی زوزان جان؟ صداقت خودمه. آفرین، باردشترین چیزه برم آوردی.
قربان، یک شخص با کد جیسه میخوایم رایتان صحبت کنم. مارا زوزان از تو بعدن گزارش خواد گرفتم، فعلا رفته میتونیم. خیرات باشه. باز دولت ترکیه کدام عملیات برام اندازه که با ما زنگ زدی؟ چطور؟ از دولت خبر ندارم، ما برام اندازم. بفرماین بیاین، ما منتظر هستم. با هم یک قهوه تلخ بنوشیم. ما تا هنوز قهوه ترکی بنوشم. در دفتر تو با غیر از قهوه یعقوبی ها دیگر قسم قهوه وجود ندارد. وجود داره، وجود داره. هر قسمه که بخوای وجود داره. حتی قهوه امریکای هم وجود داره. اگه دلت شده پاس بیا. شاه مرام، ما با هم در کار سیگرت چه قسم معامله کرده بودیم؟ گفه کتاب ساز، کدام مشکل است؟ عزت رفته امرای آدمایی که نباید شریک میشو شریک شده. مارا چی؟ پولای مالا را که برش روان میکنم در وقتش میرسانم. پول مرا به تو روان میکنم. عزت تو را بازی میتم. ما پول خودم مشکل میگیرم، پول تو را چه قسم ازش بگیرم؟ امرای پولا دلمدار شریک شده. آنوز خوب، او جاسوس است. همیشه یک نقطه ضعف می داشته باشه. عزتم از اون نقطه ضعفش استفاده کردم. شاه مران، خبر باشی عزت با ما خیانت کرده. از فهرست پاکش میکنم. تو یک نقطه نامشم پاک کرده نمیتونی. او مثل قلم خود کار است، یک بار که نوشته کدی پاک نمیشه. اگه برای جزا میتی ما غرض ندارم، اما ما برای تختار میتونم که با کارم ضرر نرسونین. کلایچی گلندام، دلاک قریه خود طفل سنت نمیکنه، جرا سنت میکنه. نمیشه، بدون کلا محفل سنتی امکان نداره. بیبی، در شفاخانه سنت شدنش به زور اجازه دادم، محفل به کلا قبول نمیکنم. خواهر، چیزای باقی مانده را بالای طفل خودت تطبیق کن، درست است؟ از طفل من مهم نیست، او پدر و مادر داره. مموش جان مادر نداره. یک روز که بزرگ شوه عکسای خدا ببینه، دستش ساعت نباشه، در جانش لباسای سنتی نباشه، در سرش کلا نداشته باشه، باز اسنو دندانای تبستکو امیلا معلومش چارتای شکرم خورده. صدای گلندام خانم با ما بهترین خواندن است. خوب است، پس تو باش و خواندن گوش کن. بگی علی امشب پیش شما باشه. چرا؟ کدام گپ شده؟ نه چی گپ شوه. پس چرا پیش ما باشه؟ طفل مریض از گریه خواد کرد، ما چطور باز خاموش بسازمش؟ درست است بیادر، بیازو مموش جان خانه ما را بسیار خوش داره. هر دقیقه مموش نگو، ما میاد گرفتیم. از بس که گفتی هر دقیقه مموتی را مموش میگم. اسنو تو ایره تا خانه برسان. بچه شما اسنو، ما بچه را روان میکنم که در اطراف خانه باشن، فهمیدی؟ مموش جانه بیاده بغل کاکای جانه. تو با تمام شفادم و از چرا نمیخوری؟ خوش ندارم. فقط که من نوش پیاز زیاد خوش دارم. بخود اگه لغ بایک داره. چرا خواسته؟ به خاطر که فهمیدم هم دو کار دست دارم. چی گفت برات؟ گفت از این به بعد یک دانه سیگارتون فروخته نمیتونی. توبه توبه، تو برش چی گفتی؟ ماما دیدمت، گفتم بیایم دستت رو ببوسم. از نباشی خوار زاده. بر ما چی آوردی؟ شیرینی ماما. بان بان. کارای چطور پیش میره؟ از برکتت خوب پیش میره ماما. پس برو زود باش سر کارت. اینجا چی میکنی بچه ظالم؟ درست است ماما. جوهر یکی بود دیگه؟
او چی تو بود بابا؟ خواه او کدام چیزم میشد؟ او دوستت بود نه بابا؟ خواه او چیز ابو بکر میشد. بله بابا. خواه با اولوغ بک چی گفتی؟ برش گفتم که تو همراه شریکم جور نمیایی. خوب گپ زدی. بگی ازی بخوا. نه نمیخورم، زنده باشی. ززا متوجه خود باشی. وای وای واه 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 بی بی که چقدر خوب پخته شده. ای چی است ابو بکر بی بی؟ چقدر خوب پخته شده. من این خامیره اصلا خوش ندارم. ایزو بسیار داغ است، بسیار. اگه ضرورت شوه خوارزاده خود روان میکنم که کار او لغ بگم یک طرفه کنم. دیگهش مربوط تو میشه ززا. بارش ازت خوب پذیرایی کرد؟ به شرف بسیار بانک داره، مسلکی بوده، گفت برای زیاد فایده هم بیتا. خب دیگه من میرو. زنده باشی بابا. حالا دیگه خداحافظ. بابا همراهی اغلوبک چی میکنی؟ چی میکنم؟ پولش برش میتام. 25 میلیون دلار. چرا؟ پیش بابت 25 میلیون هم هست؟ موضوع ما که باشه 25 کروش هم نمیتی. موضوع ماماتی و اموی دراز که باشه 25 میلیون دلار هم چیز نیست. اما تو نیست بابا. بخو 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 که مغزت کار کنه. یکان وقت مغزت به خیجام میمانه. احمق، اگه وادم دو موتر ما را دور بتا بیاز 20 میلیون دلار میشه. دیدی بابا؟ در دو ثانیه 5 میلیون دلار کمایی کدیم. بخو 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 امدا جان بخو. امشب مهمان ویژه‌ای داریم که برای شما معرفی میکنیم. خوش آمدید آقای جان به برنامه امشب ما. تشکر میکنم، خوش باشید. خب آقای جان، اول درباره کارکردهای خود بگید. لطفا تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. کدام گپ خونه شده جاهد؟ نه، چی باید شوه؟ جاید، فردا یک جای دیگه پیدا کن. اینا را باید اونجا ببریم. رئیس گفت همینجا باشن. اگه فردا گفت که ببرشان باز میبرمشان. برادرم، حتما اغلبه که اینجا عمله میکنه. ایف اینا نکده که بگن از بین برن. فقط که دستای ما بسته است عبدالحی. نفر استخباراته که دادا ستانی خواسته بودم نامد؟ ده قصهش نباش. خب کارتش بشیم از باید به خاطر گرفتن خوب یایم. ده قصه او کارت نیستن، هزاران کارت دگه دارن لیلا. یعنی چی؟ یک آدم میتونه یک کارت داشته باشه. هدف تی از کو کارت جلی داره؟ لیلا جان، حادثه خلاص شد رفت. زیاد پششو نگرد. وقت اونا پشت ما نمیگردن ما چرا بگردیم؟ ای که اونا دگه خانه ما نامدن اتمن از لیلی ترسیدن. بچیم دختر مبان که کار خود انجام بده. البته البته اونا بیچاره دمای ترسو هستن و ای که یک زن در مقابل خود ببینن رای خود دیوانه وار گم میکنن. اونا از پولا دلمدار نمیترسن، باز از یک دادستان میترسن. حکمت بیادر تو غذای خود بخو. بی بیاز وزنم گرفتی چاقم شدی. هر کس وظیفه خود انجام بده بهتر است. پس تو هم در کارهای پولاد مداخله نکو. ای که دو پولیس در مقابل سلامی میزنه مغرور نشو.
عمری ای آدم ده همی کارا گذشت. بهتر اگه تو هم یک بار امتحان بتی، ده فاکلته حقوق برو از اونجا فارغ شوی، بدونی که یک لحظه هم بیکار بانی. پولا ترا وکیل مدافع خود خواد گرفت حکمت جان. راست میگه حکمت، حق استعداد خوب داری، یک کم درس بخوان که در امتحان کامیاب شوی. ما از تو طرف داری کدم، تو به ما تنه بتی، درست است؟ طرف داره لیلا میشم، فردا او نفراره بخوای، اگر نامدن باز برو کلشان دزگیر کن. البته که کار انجام خود دادم. انجام بده، انجام بده، هر کاری که میخوای انجام بده. خدا من قبول کن عمر پدر. آمین دخترم. خانم چی پخته کدی؟ در روغن زیتون غذا پخته کدی. عمر پدر، هیچ وقت نمازتون قضا نمیشنی؟ دخترم، انسان وقت ملاقات با مشوقه خودم از دست میته؟ فکر کنم مشوقه شما نظیف مادر نیست عمر پدر. ای توفه مشوقه مست که برم داده. میگین که نماز خواندن ملاقات کردن با مشوقه است، اما وقتی که به نمازهای جمعه میرم هیچو قسم یک فضا و روی مشوقی ما نمیبینم. انشالله خواد دیدی بچم. انشالله. نماز کار ذوق است، مثل که دخترم به مسلک خود ذوق و علاقه خاص داره و مثل که بچم عاشق سرسخت وظیفه خود است. مام عاشق نماز خود استم. وقت انسان به ملاقات مشوق خود میره چه خوب آمادگی میگیره. مام به نماز همو قسم آمادگی میگیرم، هیجانی میشم، بهترین لباسهای خودم پوشم، خود خوشبوی ساخته به حضور خداوند استادمشم. فرق این مشوق از دگه مشوقه هایی است که در تمام ملاقاتهای خود سر وقت حاضر میباشه و هرگز وعده خلافی یا بهانه نمیکنه و به خاطر ملاقات با او ضرور نیست به جای خاصی بری، هر جایی که تو بخوایی او حاضر میشه. اگه تو یک قدم پیش بری او صد قدم پیش میایه. عمر پدر، اگه مسئله وضو نباشه نماز خواندن برام آسان هست، پنج وقت نه ده وقت نماز میخوانم. اما پولا جان، اگه همی دشمنایت نباشه چه خبر راحتی میتونی کشور را اداره کنی؟ همونتونست؟ راست میگن پدر، هر کس باید پابند قانون باشه، همونتونست دختره؟ کاش که پدر. پس او وقت ای که به صفت انسان خلق شدیم چی معنا خواد داشت؟ به خاطر رسیدن به مشوقه اگه مجادله نکنیم و راحت به دستش بیاریم، پس او وقت عشق و عاشقی چی مفهومی خواد داشت؟ کار تو خواه آسان‌ترین کار از حکمت جان. یک گپ دیگه، تا آخرین قطره های آب بالای ما نریزن ما لیاقت ای را نمی داشته باشیم. تا در زمین دفنمان کنن اولادم، فرار کردن نمی تانی بچه هیچ وقت.